سلام به همه دوستای نازنینم، امروز با آموزش رولت نسکافه ای با من همراه باشید. در ابتدا پودر کاکائو، نسکافه و آب جوش رو با هم دیگه مخلوط کنید تا کاملا یک دست بشه و کنار بذارید. 5 عدد تخم مرغ همدمای محیط رو توی ظرف همزن بریزید. مقداری وانیل و 100 گرم شکر بهش اضافه کنید و با دور تند همزن حدوداً 5 دقیقه هم بزنید تا حجم و کرم رنگ بشن. مخلوط نسکافه خنک شده و 60 گرم روغن مایع رو بهش اضافه کنید و با دور کند همزن به آرومی مخلوط کنید تا کاملاً یک دست بشه. 100 گرم آرد رو به همراه 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر مخلوط کنید. آرد رو کم کم علک کرده و به مواد اضافه کنید و با لیسگ به صورت دورانی مخلوط کنید. مواد رو تا جایی با هم دیگه مخلوط کنید تا هیچ گلوله‌ای داخلش باقی نمونه و کاملاً یک دست بشه. کف قالب 30x40 رو کاغذ روغنی بندازید و مواد رو یک دست پهن کنید و با دمای 190 درجه در فر از قبل گرم شده به مدت 10-12 دقیقه بپزید. اجازه بدین تا اسفنجتون یکم از داغی بیفته و از قالب جدا کنید. اسفنج رو روی پارچه نخی برعکسش کنید و کاغذ روغنی رو ازش جدا کنید و داخل همون پارچه به آرومی رولش کنید. توجه داشته باشید که موقع رول کردن اسفنجتون نه زیادی داغ باشه و نه زیادی سرد شده باشه. بعد از رول کردن بذارید داخل یخچال تا کاملا خنک بشه. بعد از خنک شدن به راحتی میتونید پارچه رو ازش جدا کنید. اسفنج رو به آرومی باز کنید و داخلش رو با مقداری خامه فرم گرفته شده پر کنید. اگه دوست داشتین به سلیقه خودتون میتونید از مقدار گردوی خرد شده و یا شکلات رنده شده هم استفاده کنید. و دوباره اسفنج رو به آرومی از همون سمت رول کنید. رولت رو توی ظرف سروتون قرار بدین و اگه دوست داشتین روش مقداری پودر کاکائو علک کنید و در آخر روش رو با مقداری خامه فرم گرفته شده تزئین کنید. بافت این رولت بسیار نرم و اسفنجیه و با طعم نسکافه‌ای فوق‌العاده میشه. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید.